تاج سر منی، من کودک تو، تو مادر منی، تو مادر منی. درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جای که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذاره که در خدمتتون باشم و مهمانان عزیزم رو خدمتتون معرفی بکنم و از دانش این مهمانان عزیز استفاده بکنم. از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که به من کمک رسوندن و برای بهبود این برنامه از محبتاشون از من دریغ نمی کنه. امروز برنامه های صحبت های زیادی رو داریم که خدمتون ارائه بکنیم. بدون اینکه وقت رو تلف بکنم میرم به استودیو و به مهمان عزیزمون امروز آقای دکتر حسین لاجوردی درود میگم، سلام میگم، خوش آمد بهشون میگم. و دکتر لاجوردی رو من مدت ها بود که نمیتونستم پیداشون بکنم، برای پنجشنبه ها البته. پنجشنبه ها ایشون یه برنامه‌ای دارن که هیچ وقت نمیتونن کنسل بکنن، بنابراین این بار یک موقعیتی بود که ازشون خواهش کردم که در خدمتشون باشم. درود دارم، خوش آمدین دکتر لاجوردی. من هم سلام و درود دارم به شما، آقای مهندس فرزاد، تمام هموطنان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن. خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید آقای افشین جان که اون برنامه هایی که میگید سوء تفاهم ایجاد نکنه، من پنجشنبه والیبال بازی میکنم. بله. نه، ما خواستیم که مردم رو در ساسپند بذاریم که فکر بکنن که شما پنجشنبه ها چی هست که نمیاد. ولی بله، دکتر لاجوردی همیشه الان سال هاست که پنجشنبه ها برنامه فوتبال دارن و والیبال دارن و هیچ وقت این برنامه رو ترک نمیکنن. غیر از اینکه زمان کووید بود و ما بیشتر ازشون استفاده میکردیم. و خیلی ممنونم دکتر لاجوردی. دکتر لاجوردی، من میخواستم که اول به هموطنان عزیزمون در آبادان، کسانی که عزیزانشون از دست دادن، تسلیت بگم و بعد به مردم خوزستان تسلیت بگم و بعد به مردم ایران برای 43 سال عزاداری تسلیت بگم. بنابراین من میخواستم که شما هم اگر بخواهیم با هموطنان ما صحبتی در این رابطه داشته باشین بفرمایید. من هم بسیار متاسفم آقای افشینجم، این تسلیت گفتنهای ما به خودمون، به همه مردم ایران، امروز برای کسانی که در آبادان داغ دیدند 44 سال پیش، باز هم در همون رابطه برای سینما رکس و از اون به بعد که همینطوری ادامه داره به دلیل بی‌لیاقتی های این رژیم، هر روز و هر روز ما باید که با تأسف بسیار به هموطنانمون تسلیت بگیم. تسلیت بگیم برای این که در عرض این 43 سال گذشته بیشتر از 1,200,000 نفر کشته و معلول، چه در جنگ، چه در اعدامها، چه در مسائل دیگری که به وجود آمده، فارغ از شکنجه ها، خشونت ها و بسیاری ناپدید شده ها که ما هیچ خبری ازشون نداریم. اینها همه تسلیت هایی که صرفاً به دلیل عدم لیاقت و عدم شایستگی این رژیم باید که ما بگیم و به هر حال با مردممون همدردی بکنیم، اگرچه بیانیه و همدردی گره‌ای رو از ما باز نمی‌کنه تا ما قدم به میدون بگذاریم. در خدمتتون. بله، من از بیان شما قرض میگیرم و از روزی که جمهوری اسلامی قبل از اینکه حتی بیاد این کشتارها شروع شده، این قتلها شروع شده و روزی نیست که بچه ها غرق نشن، کشته نشن یا نوزاد در
در سطل خاک دیروز پیدا کردن. از اینا واقعا زیاد. پیروز هواپیمای F-7 ساخت چین افتاد، دو تا خلبان کشته شدن. هر روز یک بساطی هست، هر روز در یک گوشه کشور ما یا گوشه های کشور ما همینطوری ما داریم هموطنانمون از دست میدیم. از طرف دیگه آقای خامنه ای اصرار دارن که جمعیت به 150 میلیون برسه، ولی فکر نمی کنن که هر روز ما چقدر داریم از دست میدیم. و هر کدومشون، ما حالا اگر بخوام برگردیم به کشتاری که در مورد کووید شد و تحریم ایشون در مورد آوردن واکسن های اساسی جلوگیری کردن، که اونم خودش چندین صد هزار نفری رو طبق آماری که دادن بیرون انجام میشه. از این موضوع بگذریم، من مطمئنم که هموطنان ما این موضوع آبادان رو دارن چیز میکنن، دنبال میکنن. یک ویدیو تقریبا یک ساعت پیش برای من رسید، اونو خیلی کوتاه با هم دیگه میبینیم و بعد میریم برای موضوعات دیگه. بله، آبادان خونریزی، تهران عروسیه، و من فکر نمی کنم تهران هم عروسی باشه، اونجا هم عزاخونه هست. تنها چیزی که میتونم برای این قسمت خدمت بینندگان عرض بکنم، آبادان رو فراموش نکنین، آبادان رو حمایت بکنین. شاید این روزنه امیدی باشه برای همگامی بقیه استانهای کشورمون که بتونیم به یک راه حلی برسیم و بدون حضور میلیونی در خیابونها وضعیت همینطوری که 43 سال هست ادامه خواهد داشت. دکتر لاجوری، اگر میخواین مطلبی راجع به این موضوع بفرمایید که بعد بریم به موضوع دیگه. همینطوری که اشاره فرمودید کاملا درسته. متاسفانه این مسئله اگر در سالهای اولیه انقلاب در رابطه با مسئله حجاب بلافاصله در اسفند ماه پیش آمد و اعتراضهای زنان هموطنمون رو شنیدیم، شاهدش بودیم، اگر فاصله ها تا 20 سال پیش، تا 30 سال پیش، تا 35 سال پیش، تا 40 سال پیش کم و کمتر می شد، امروز هر روزه شده. امروز ما شاهد این هستیم که یک روز کشاورزان میان به دلیل نبود آب، یک روز هموطنان بلوچ ما میان به دلیل تشنگی، یک روز هموطنان خوزستانی ما میان به دلیل گرسنگی، و امروز متاسفانه به دلیل بی‌لیاقتی رژیم یک گروه کولبر داریم، یک گروه سوختبر داریم. همه اینها در همه نقاط ایران کشته میشن و متاسفانه این بار سنگین روی دوش همه ما هست. و امیدوار به این هستم که با تلاشی که در داخل جامعه ایران هست و مردم که به جون اومدن، من بحث شورش گرسنگان همیشه مطرح میکنم، ولی جناب افشین جم گرامی، بحث شورش گرسنگان هم باز یک رهبری میخواد، یک رهبری رو میخواد، همون گونه که ما به هر حال اگر در سال 57 خمینی این رهبری رو داشت و ما هم ساده اندیش بودیم، امروز با تجربه این 14 دهه گذشته من بسیار امیدوارم که این ساده اندیشی وجود نداشته باشه، کما اینکه وجود نداره. و امروز مردم جلوی این سرکوب ها ایستادند و تردید ندارم که ما به هویت خودمون برخواهیم گشت و به هر حال جامعه ای که شایستگی برای همه ما ایرانی ها هست به دست خواهد اومد. در خدمتتونم. بله دکتر لاجوردی،
میخوام یه قسمتی از صحبتمون راجع به این مسابقه فوتبالی که جنجالی بود تا امروز و هنوزم هست اختصاص بدم و بعد یه قسمت دیگه رو راجع به یکی دو تا شما برنامه در دو هفته گذشته در برنامه سه شنبه هاتون داشتین راجع به اون صحبتی بکنیم. چند هفته پیش دکتر لاجوردی همطور که میدونین ما با کمال تعجب متوجه شدیم، خبر اومد که تیم ملی فوتبال ایران قراره که بیاد به کانادا و یک مسابقه دوستانه با تیم فوتبال ملی کانادا که هر دوی این دو تیم قبولی ورود به جام جهانی رو گرفتن مسابقه بدن. از این طرف ما باز هم شنیدیم که قراره که تیم ملی ایران دو مسابقه دیگه هم در کانادا داشته باشه. این تعجب ما رو خیلی بیشتر معکوس کرد به اتفاقاتی که ممکنه بیفته. از همون زمان دوستان از جمله خود من و بخصوص خانواده بازماندگان هواپیمای 752 اوکراین بلافاصله شروع کردم به برنامه ریزی و عرشبت که نامنگاری پتیشن و نامنگاری به دولت به آقای ترودو و دیگران و یک مقدار ریاکسیون خیلی خوب بود، عکس العمل خیلی خوبی ما گرفتیم. شهردار ونکوور این تیم این مسابقه قرار بود در ونکوور انجام بشه و شهردار ونکوور گفت این کار خیلی بدیه. نخست وزیر اون استان بریتیش کلمبیا اونم گفت کار درستی نیست. آقای ترودو نخست وزیر کانادا گفت کار بدی بوده. البته ما میدونیم که فدراسیون فوتبال کانادا یک سازمان مستقل برای خودش هست، مثل جمهوری اسلامی نیست که سرداران اونو راهنمایی بکنن یا برموننش. بنابراین آقای پرودو گفت که کار درستی رو نکردن و احتمالاً من مطمئن هستم این فدراسیون فوتبال کانادا خیلی ساده لو هستند و به اون حجم ترفندهای جمهوری اسلامی واقف نیستن. حالا چرا صحبت از اینجا هست که چرا ایران، جمهوری اسلامی ایران این مسیر دراز رو میخواسته بیاد به کانادا؟ این همه کشور هست مسیرش در اروپا، در منطقه خلیج فارس، میخواسته بیاد به کانادا و در کانادا مسابقه بده. این برای همه ما یک معما بود و هنوزم معما هست، ولی وقتی که ما میشکافیمش متوجه میشیم که اینها چندین فکر داشتن. اول که آمدن به کانادا، کشوری که ما باهاشون رابطه سیاسی اصلا نداریم، همونطور که میدونین ما در اینجا سفارت نداریم، حتی کنسولگری نداریم، حتی مثل آمریکا که یک حافظ منافع دارن در واشنگتن ما اونم نداریم. بنابراین یک مسئله بود. دوم این که اینا میخواستن که در حقیقت بیان به همسایه ما که آمریکا هست یک دهنکجی بکنن. دوم یک برنامه لاسود هست، یعنی مراحل قانونی هست برای زدن اون هواپیمای اوکراینی که 176 نفر توش بودن هنوز در هواست و سازمان‌های مختلف دارن روش کار میکنن. و این یک موضوع دیگه بود که ما فکر میکنیم و مطمئن هستم اونا با آمدن اینجا و داشتن سه بازی یک مقدار موضوعی که به قول خودشون یک مسابقه دوستانه رو میخوان رعایت بکنن، یک مقدار توجه مردم کانادا رو، سیاستمداران کانادا رو برای این موضوع نرم بکنن. یعنی در حقیقت بخواستن که پاشون رو لای در بذارن که بعد یواش یواش بتونن در رو باز بکنن و بیان تو. و البته
میدونیم که الان چند نفر یا چند تا از فوتبالیستا از جمله سردار آزمون و چند نفر دیگه و عده بسیار قلیلی گفتن که این کار درست نبوده. البته یک نظرسنجی اخیراً انجام شد، روزنامه استار در تورنتو 85% از این نظرسنجی گفتن که این کار درستی نیست و نباید اجازه بدیم که تیم جمهوری اسلامی بیاد اینجا. من میخوام یک تفکیکی اینجا بکنم. ما مخالف بازیکنان عزیزمون اصلا نیستیم، قدمشون روی چشم ماست، روی هر کشوری که بخوام برن جاشون بازه، اونا توی لیگ های مهم اروپایی و جاهای دیگه بازی میکنن و نیازی هم ندارن که حتی ویزا بگیرن بخوام بیان اینجا. ولی مشکل ما موضوع اینی که جمهوری اسلامی از این موضوع میخواست استفاده بکنه، در حالی که این مطالبی که خدمتون عرض کردم خیلی برای ایرانی هایی که اینجا هستن بسیار مهمه. از طرف دیگه یه عده میگن که آقا نباید سیاست رو با ورزش قاطی کرد. ما در پاسخ شما میگیم که زمانی که شما نوید افکاری رو کشتین، زمانی که به کشتیگیرا و وزن بردارا و بکسرهای ما که در مسابقات با اسرائیل مواجه میشن شما میگین آقا بباز، نباید مسابقه بدی، خودتون به تمارز میزنین، به مریضی میزنین و هزار کار دیگه میکنین که مسابقه ندین. پس اون اگر اونجا سیاسی هست اینجا هم هست، اگر اون نیست این هم سیاسی نیست. من قبل از اینکه بخوام ادامه بدم اینا، من میخواستم که نظر شما رو داشته باشم به عنوان یک جامعه شناس، نظرتون راجبه موضوع و کلن این مطالبی که من خدمتون عرض کردم بفرمایید. جناب افشین جان، این مسئله به نظر من از در چند محور قابل باز شدنه. اجازه بدید من در مرحله اول به شما و همه هموطنان عزیزی که در کانادا ایستادند و مجبور کردند دولت کانادا رو که این بازی ها رو لغو بکنه، این سه بازی که قرار بود انجام بشه، به نظر من تلاش بسیار بسیار با ارزشی بود، اینجا برای من تبریک و تهنیت داره. قسمت بعدی که چرا اینها کانادا رو انتخاب کردن، اولا که همونطور که استحضار دارید به هر حال وقتی که تیمی از کشوری به بازی‌های جهانی راه پیدا می‌کنه برای آمادگی به چند کشور میرن و مسابقات دوستانه میدن برای آماده شدن مسابقات جهانی، و جمهوری اسلامی به دلیل کارنامه بسیار درخشانش تقریبا هیچ کشوری قبولش نمی کنه. همونطوری که ببینیم سنگال هم این رو باطل اعلام کرد و گفتش که نمیتونن به سنگال هم نمیتونن برن. حتی جمهوری اسلامی تصور بر این داشت که به دلیل یک مشت غارتگرانی که آمدن به کانادا و با اجازه دولت کانادا تونستن امکانات گسترده‌ای رو در اونجا به وجود بیارن، میتونن که اونها حمایت بکنن از تیم در مقابل اکثریت عظیم ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی در کانادا هستن. و دیدیم که خوشبختانه تلاش شما ایرانی ها به ثمر رسید و این بازی ها لغو شد. ولی اجازه بدید من یه نکته دیگه ای رو خدمتتون عرض بکنم. آقای افشین جان، من تمام سالهای عمرم ورزش کردم. هر کسی که ورزش میکنه، وقتی ورزش حرفه‌ای میکنه، طبیعتاً دلش میخواد که قدمهای هی بالاتر و بالاتر برداره. وقتی که من تو مدرسه دبیرستان ورزش میکردم، دلم میخواسته که توی تیم آموزشگاه ها باشم، دلم میخواسته توی بعدش بیام تو تیم مقدماتی ایران، بعدش توی تیم ملی ایران، و نهایتاً بالاترین آرزو رفتن به مسابقات جهانی است. اینی که تیم فوتبال امروز ایران متاسفانه در اختیار مربیان ایرانی خودش نیست و
در اختیار سپاه و سرداران سپاه یک قسمت قضیه است، ولی بدون تردید در داخل تیم 11 نفره و رزرو های اونها بسیارانی هستند که ایرانی هستند. ایرانی به مفهوم اینی که به هر حال تنشون میلرزه واسه هموطنان خودشون. اونجا هم یک بحثیه که نباید ندیده گرفت. ببینید، یک وقت که من دلم میخواد که به تیم ملی برسم و به مسابقات جهانی برم، این مسئله شخصی منه. یه وقت من در اون رده هستم و فکر میکنم که بحث انسانی مطرحه، یعنی وقتی که دیگر هموطنان من با مشکلات عدیدهی مواجه هستند به دلیل حکومت سیاسی، میبینیم که هستند ورزشکارانی که میستند و حتی به قیمت این که در مسابقات شرکتشون ندن سرپیچی میکنن و جلوی این حکومت غیر ایرانی میستن. اینجا هم قابل ارزشه. به این معنی میخواستم خدمتتون بگم که مسئله خیلی پیچیده است، ولی در حال حاضر بس خیلی خیلی روشنه. مسئله نمایندگی جمهوری اسلامی است که باید در همه جا جلوی این ایستادگی بشه. همین الان با لغو این مسابقات از طرف کانادا اینها دارن فکر میکنن به قطر برن. ببینید آقای افشینجم، کار ما به کجا رسیده که رئیس جمهور اسلامی با زانو میره به دیدار پادشاه عمان؟ ما آرزو میکنیم که قطر به همون ویزا بده و امکانات بده که ما بریم به قطر و بازی های مقدماتی قبل از بازی جهانی رو انجام بدیم. اینها ننگه، اینها بی‌هویتی است که جمهوری اسلامی به وجود آورده. مطمئن هستم زمانی که جمهوری اسلامی نباشه، مثل همیشه ورزشکاران ما که از ایران میان رو تخم چشم ما جا دارن، برای سربلندی مملکتشون و مملکتمون دارن این تلاش ها رو میکنن و همیشه جای خودشون وجود خواهد داشت. بله دکتر لاجوردی، ما همطور گفتم فدراسیون فوتبال کانادا یک مؤسسه ورزشی، اصلا به این مسائل اصلا نمیدونه چه میگذره. ما جز نامه هایی که فرستادیم و صحبت هایی که کردیم، ما بهشون گفتیم زنا مثل تبعیض جنسیتی هست، مثل آپارتاید، مثل آفریقای جنوبی هست. زنا رو راه نمیدن، روی زنا رو بهشون فلفل اسپری فلفل زدن. و ما دختر آبی داشتیم که به خاطر اینکه رفته بود اونجا و راش ندادن و بعدم تلفنش رو گرفتن و بعد رفته که پس بگیره، بهش توهین کردن، رفته خودش رو آتش زده. ما اینا رو که بهشون میگیم واقعا دهنشون باز میمونه که چه اشتباهی کردن. و من این پیروزی رو به تمام ملت ایران تبریک میگم. به نظر من همطور که شما به درستی اشاره کردین، ما با یک دشمن خارق العاده روبرو هستیم. حالا من در اون قسمت از شما کمک میگیرم راجع به اون مطالبی که در برنامه‌تون این هفته و هفته پیش گفتین، راجع به این دشمن راجع بهش صحبت بکنیم. و ما حافظه‌مون هم بعضی موقع‌ها تاریک میشه. ما فراموش نمی‌کنیم زهرا کاظمی رو که توسط مرتضوی کشته شد با زدن یک توی به سرش و گفته بودن که احتمالاً تجاوز جنسی هم بهش کرده بودن و آقای مرتضوی فکر میکنم بهش گفتن 200,000 تومان جریمه بده و 2 سال زندان. و بعدم 2 روز بعدش در کربلا دیده شد. یک همچین جنایاتی رو ما میبینیم که اون آقای خانم زهرا کاظمی یک کانادایی ایرانی کانادایی بود و ما این چیزا رو فراموش میکنیم. و ما فراموش میکنیم چند ماه پیش اگر به خاطر داشته باشیم، قرار بود که 3 تا کانادایی رو، ایرانی کانادایی رو بدزدن و
جزو اون برنامه بود که FBI متوجه شد و اون خوشبختانه این کار انجام نشد. این چیزهایی هست که هموطن اونایی که طرفداری از این که مسابقه باید انجام میشد باید بدونن که ما با چه کسایی طرف هستیم. هر گونه ضربه‌ای که ما بتونیم به جمهوری اسلامی بزنیم، هر گونه که ما بتونیم در مقابلشون وایسیم، فرقی هم نمیکنه که اونا بخوان اعتبار بگیرن به خاطر ورزشکاران خوبمون که اونا هم در حقیقت اسیر این حکومت هستن، به نظر من ما باید این کارو بکنیم. و این واقعا به نظر من ما یواش یواش داریم یاد میگیریم که چگونه بتونیم مسالمت آمیز در مقابل جمهوری اسلامی وایسیم. و یک نکته هم که به نظر من تحلیل میکردم این برنامه رو، گفتم که چطور شد که این اتفاق افتاد. اتفاقی که افتاد و ما کاری که دکتر لاجوردی نکردیم در این 43 سال، تماسمونو با رسانه های خارجی قطع کردیم. یعنی تماس ما با همین روزنامه ها و رادیو تلویزیون ایرانی بوده ولی فراموش کردیم. ولی در این مورد به خصوص با کمک خانواده های بازماندگان این پرواز که انداختن، آقای اسماعیلیون که سخنگوی این برنامه هست، با تمام رسانه های نوشتاری و گویایی و تلویزیونی برنامه داشت و این مردم رو آگاه کرد. مردم که آگاه میشن به نماینده هاشون در مجلس و در سنا صحبت میکنن و از اونا میخوان، کما اینکه یکی از نماینده های حزب کانسرواتیو در مجلس آمد و این صحبت رو کرد و مردم نماینده ها براش کف زدن و این یک مقدار در حقیقت گاورمنت کانادا رو به لرزه افتاد که چه اتفاقی داره میفته، ما کی رو داریم دعوت میکنیم که بیاد به اینجا. یک عده جنایتکار، من راجب دوبازم پرانتز باز میکنم، ما منظور ما جنایتکار فقط سپاهیان هستن که ورزش ایران اسیر این سپاهیان هست و من فکر میکنم بازیکنان ما اسیر این جنایتکاران هستن و اینا هستن که باید ببرن. ورزشکاران ما در حد تیم ملی نیازی به جمهوری اسلامی ندارن. اینا در بهترین لیگ های اروپا که خودتون بهتر از من میدونین توپ میزنن، در کشورهای خلیج فارس توپ میزنن و پولهای خیلی خوبی میگیرن. بنابراین اونا میتونن سازنده باشن، میتونن مردم و اون کسانی که فوتبال دوست دارن، و ما میدونیم فوتبال بزرگترین ورزش و پیرو در دنیا داره، میتونن خود لیگ های اروپا رو، لیگ های آمریکای جنوبی رو به جنبش در بیارن و کمک بکنن برای آگاهی که مردم دنیا بدونن که ما با چه حکومت هایی در روبرو هستیم. بنابراین با گفتن این موضوع میخواستم که اگر مطلبی اضافه دیگه دارین در این مطالبی که خدمتون عرض کردم برای هموطنان ما بگین خوشحال میشم. آقای افشین جان، من باز برمیگردم به صحبت اول و میگم که کانادا نقشی رو امروز بازی کرده، یعنی هموطنان ایرانی ما. از آقای حامد اسماعیلیون نام بردید، به نظرم تلاشهاش بسیار قابل ارزش بود و به همراه همه شماها تونستید که این راه رو برای جمهوری اسلامی مسدود بکنید و همونطوری که اشاره کردید بزرگترین گامی بود که برداشته شد و امیدوار هستم که این رو هموطنان ما در همه جای دنیا دنبال بکنن و در داخل ایران، به این معنا که ما شاهد این هستیم که اعتراض‌ها مرحله به مرحله وجود داره، ولی همبستگیش، به هم پیوند خوردنش مهمترین مسئله است. ببینید یه زمانی اگر که مثلا سال 88 جنبش سبز که متاسفانه باز هم چون رهبری ایرانی نداشت، آقای موسوی، آقای کروبی بودن، من تأکید میکنم روی بحث ایرانی بودن که فقط شناسنامه نیست،
ایرانی بودن معنی داره، ایرانی بودن دلنگرانی ها برای هموطنانش، همه اینها. ولی اون زمان اگر نگاه بکنیم، بلافاصله که یک تظاهراتی میشد، اعتراضاتی میشد، جمهوری اسلامی میآمد و در مقابلش یک سری رو میآورد توی خیابون که اینها هم از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن. الان ببینید در این 3-4 ساله اخیر دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه این کار انجام بده، نمیتونه در مقابل هر اعتراضی یه عده‌ای رو بیاره بیرون و اینها در مقابل اونها از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. این خودش به نظر من نقطه حرکتیه که ما هموطنان ما به خصوص باهاش بیشتر و بیشتر آشنا شدن. این آشنایی بیشتر، این رسیدن به هدف زمانیه که به همدیگه پیوند بخوره. فرقی نمیکنه که اگر که من در تهران هستم و بیکارم و گرسنه هستم، اونی که در بلوچستان تشنه و گرسنه است، اونی که در کردستان کولبری میکنه یا جاهای دیگه ایران، بیایم معلمامون، کارگرامون، اینا همدیگه رو حمایت بکنیم تا بلکه راه به جایی ببره. و بدون تردید به اون مرحله ما بسیار نزدیک شدیم. مسائلی رو اشاره کردید در رابطه با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های ایرانی. من فکر میکنم که آقای افشینجم یه برنامه کامل دیگری نیاز به این هست که آدم ببینه که عدم موفقیت چی بوده. اتفاقا یکیش همین رسانه‌ها بودن، همین رسانه، همین دو سه رسانه‌ای که ما شاهدشون هستیم که به قول خودشون بیننده میلیونی دارن. بی بی سی، شما در نظر بگیرید بی بی سی مسئله جمهوری اسلامی نیست، 150 سال بی بی سی استعمارش وجود داره. نگاه بکنید ایران اینترنشناله. من سوال کردم مرتب تو برنامه ها، میگم که چه اتفاقی افتاده که 3 تا عرب که ایران اینترنشنال رو میگن هزینه هاش رو 3 تا عرب پرداخت میکنن، چه اتفاقی افتاده که 3 تا عرب اینقدر برای ما ایرانی ها دلسوزی میکنن که میلیارد میلیارد خرج میکنن که بیان و روی ایران برنامه پخش بکنن. یا بحث من و تو که من باور به این دارم که متعلق به سپاهه، با فیلم های نوستالژیک زمان شاه، نمیدونم نشون دادن ملکه فرح پهلوی غیره و غیره. سوال بکنیم، بگیم که این فیلم ها رو شما از کجا میارید؟ آیا رسانه دیگری هم بهش دسترسی داره؟ آیا یک پژوهشگری مثل من بهش دسترسی داره که بخواد بررسی انقلاب و مقایسه هاشو انجام بده؟ تنها جایی که بهش دسترسی هست در داخل سپاهه. ولی وارد این نمیشم چون عرض کردم بحث بسیار بسیار گسترده است. میخواستم خدمتتون بگم که فرمایشتون بسیار درسته. کاری رو که شما کردید، این رسانه ها، با رسانه ها ارتباطی که برقرار کردید، این رسانه ها دولت کانادا رو از یک طرف، فدراسیون فوتبال کانادا رو که به درستی اشاره کردید اونها فقط ورزش رو دنبال میکنن، از طرف دیگه آگاه کردید، میتونه سرمشقی باشه برای همه هموطنان ما در تمام کشورهای جهان. بله، خیلی ممنون دکتر لاجوردی. در دو هفته گذشته شما یک موضوع رو در برنامه‌تون شروع کردین و امیدوارم که ادامه بدین، و اونی که داستان بیرون کردن آلمان ها، آلمانی ها از فرانسه، و که اونها آلمانی ها رو به عنوان دشمن میدونن. چند لحظه پیش شما اشاره کردین ایرانی بودن، شناسنامه ایرانی داشتن الزاماً ایرانی بودن نیست. من 100% با شما موافقم و من فکر میکنم که اگر یک کسی که خیانت میکنه به بشریت داره خیانت میکنه، به نظر من نباید اصلا جزء هیچ ملیتی باشه، باید بدون ملیت باشه. برای اینکه من فکر نمیکنم کسی باشه تو دنیا اینقدر وقیح باشه، اینقدر ظالم باشه که به عنوان اینکه یک هموطن من هست
این همه کشتار بکنه، این همه جنایت بکنه و اصلا نابود بکنه. من مقایسه میکردم دکتر لاجوردی، کشورهای همسایه خلیج فارسمون نمیدم مثلا 40 سال پیش اونا کجا بودن، ترکیه کجا بود، عراق کجا بود، ما کجا بودیم و امروز ما کجا هستیم. من میخوام دکتر لاجوردی شما اون مطالبی که دارین راجع به بیرون کردن آلمان ها توسط فرانسوی ها اونو برای این که ما آگاه تر بشیم که چجوری و اول آگاهی هست و چگونه ما بتونیم جمهوری اسلامی رو از کشورمون خارج بکنیم. گوگنا دست شماست و در خدمتون میشنویم. آقای افشینجان، مسئله خیلی به نظر من روشنه. خوشبختانه تو کانادا شما دو زبانه هستید، فرانسه و انگلیسی. بسیاری از شماها خاصه در استان کبک و اطراف با فرهنگ و تاریخ فرانسه خیلی خیلی آشنا هستند. زمانی که هیتلر به فرانسه حمله کرد، یک نقطه‌ای هست در حدود 50 کیلومتری پاریس نزدیک جنگل فونتنبلو، اینجا محل مقاومت جنبش مقاومت فرانسه بود و میگفتن رزیستانس فرانسه، و اونجا یک عده‌ای شروع کردن که فرانسه نباید شکست بخوره و فرانسه نمیتونه دشمن رو تحمل بکنه. به این معنا این مجموعه کوچیکی که این رو شروع کردن، کار به جایی رسید که به سرعت گسترده شد. اینها تنها نمیدونم 5 نفر آدم سیاسی نبودن، اینها یک مجموعه بودن از مردم فرانسه، پیر و جوون و نمیدونم دانشجو و غیره و غیره درش بودن. به سرعت گسترده شد و آمدن در مقابل هیتلر که از هیچی فروگذار نمی کرد، هر جنایتی رو که مرتکب می شد آمدن عمل مقابله به مثل انجام دادن. یعنی چی؟ ببینید این حرف من، آقای افشینجان شما که می دونید من کتابی دارم در رابطه با خشونت، من خشونت رو ترویج نمی کنم هیچ وقت، طبیعیه که این کار هیچ کس نباید بکنه، ولی بحث دیگری بود. بحث این بود که اینها ایستاده بودن دشمن رو از خاک خودشون بیرون کنن، متجاوز رو بیرون کنن. من در اون برنامه اول مطرح کردم که اینها روش‌های متعدد و متفاوتی رو انتخاب کردن، تله می‌گذاشتن برای آلمانی‌ها، اونها رو اسیر می‌کردن. متاسفم که تعدادی از اونها رو می‌کشتن، اعدام می‌کردن، از بالا با پشتبون ها تکتیر انداز اینها رو نشونه می گرفت و می زد. رو سر اینا اسید می پاشیدن، نارنجک تو محل اینا پرتاب می کردن و بسیاری کارهای دیگر. بازم دارم خدمتتون میگم بحث خشونت رو با بحث دشمن متفاوت بدونیم. بحث این نیست که ما بریم حتما این کار بکنیم، ولی ما ناگزیر به اینجا می رسیم. ناگزیر به اینجایی میرسیم که به هر حال هیچ راهی دیگه وجود نداره، برای اینکه این حکومت که آدمهاش ایرانی نیستن به طور قطع و یقین. من همه سپاه رو، نیروی انتظامی رو، بسیج رو یک جا در یک کاسه نمیچینم. نه، بحث من بحث اون سردمدارانه. بحث بدنه سپاه، بدنه بسیج، بدنه نیروی انتظامی، اکثریت قریب به اتفاق ارتش، اینها ایرانیان و همونطوری که این گرسنگی، این بیکاری، این بدبختی ها، این اعتیاد، این فحشا، همه چی وجود داره، برای خانواده های اونها هم وجود داره. اونها هوشیار به این قضیه هستن. من توی یکی از این کتاب ها نامه ای رو نوشتم، 19 صفحه است، شاید دیده باشید، عنوانش هست چند کلامی با پاسداران ایران، نه با سپاه پاسداران، چون من اونها رو پاسدار ایران میشناسم، اونها رو پاسدار مردم میشناسم و به حال مطالب بسیار گسترده‌ای مطرح شده. ولی
در دو هفته پیش که من این بحث رو شروع کردم، طبیعتاً یک عده شاید متوجه نشدن، گفتن که اینها خارجی نیستن، یه عده گفتن که با آلمان‌ها مقایسهشون نکنید، اینها ایرانی هستن، یه عده دیگری منو نصیحت کردن که اینطوری حرف زدن به نفع نخواهد بود، ممکنه مشکلات گسترده‌ای وسط به وجود بیاره، بیشتر از اینی که تا به الان وازم وجود داشته آقای افشینجم که شما در جریان هستید. ولی یک واقعیت تلخ وجود داره. پاسخ من خیلی روشن بود در برنامه دوم که هفته پیش پخش شده، دقیقاً همین رو مطرح کردم، عنوانش رو از داخل ایران آوردم. اینی که میگن دشمن ما امریکاست، بی خودی میگن، دشمن ما همین جاست. یعنی چی؟ اینا شعارشون معلوم میکنه که نیازها و خواستهای اینها چیه. من گفتم که شما بیگانه تر از جمهوری اسلامی برای ما ایران سراغ دارید؟ بگید، بگید که این کشور، این مردم، این آدم، این بیگانه تر از جمهوری اسلامیه. من تمام زندگیم توی مسائل سیاسی ایران گذشته، من یک مورد آقای افشینجان، یک مورد پیدا نمی کنم در داخل جمهوری اسلامی که البته یک هیجان همیشه ما رو در بر میگیره، این هیجان ها متاسفانه هست. در روز دوم خرداد 22 سال پیش آقای خاتمی آمدند و گفتند من غیر از اونها. آقای افشینجان، من با تمام وجودم مخالف اعدام هستم. کتاب درآوردیم در این زمینه، کنفرانس های متعدد گذاشتیم. اگر که فردا صبح همه حکومت در اختیار من قرار بگیره، من مانع از اعدام آقای خامنه ای هم خواهم بود، چرا که اعدام میتونه که پرونده یک کشور رو در عرض این تاریخ ننگین جمهوری اسلامی ببنده. ولی اگر مجبورم بکنن گوشه دیوار قرارم بدن، با چند تا کلاشینکوف جلوم وایسن بگن یک نفر رو باید اعدام کرد، میگم اون یک نفر خاتمی است. هزاران میلیارد توی این 43-44 ساله از طرف جمهوری اسلامی غارت شده، اونا میتونه برگرده. ایران کشور ثروتمندی است، هم از نظر نیروی انسانی، هم از نظر ثروت زیرزمینی، ولی خاتمی به امید مردم ایران خیانت کرد. اون امیدی که خیانت کرد بهش ایجاد ناامیدی شد و ایجاد افسردگی. امروز از هر چهار نفر بیشتر از سه نفر دچار افسردگی هستن توی ایران. اینا دستاورد همین حکومت و اون کسی که واسش هیجان به خرج دادن 21-22 سال پیش، آقای خاتمی. ولی وارد این قضیه نمیشم. باز هم برمیگردم به طرح مسئله جناب علی. آقای افشینجم، این رو یادمون باشه، جمهوری اسلامی مقاماتش از هر بیگانه‌ای بیگانه ترن. اونها برای یک ایرانی که شما اشاره کردید بچه‌ای تو سطح آشغال پیدا میکنن دلشون نمیسوزه، ولی برای نمیدونم لبنان و حزب الله خونه میسازن و نمیدونم پول تو جیبی میدن و بیمارستان، و برای یمن و برای عراق و برای افغانستان و برای این بقیه جاها. صحبت بعدی من این بود، اگر عراقی ها، لبنانی ها، افغان ها، سوری ها، غیر از حکومت هاشون، اینها میخوان جمهوری اسلامی رو بیرون کنن به عنوان متجاوز، بزرگترین قربانی خود ما هستیم. خود ما هستیم و باید دست به کار بشیم و این متجاوزین رو از خاک خودمون بیرون کنیم و به هویت خودمون برگردیم. در خدمت. بله، مطالب مهمی رو گفتین دکتر نجمی. من راجع به این چند موضوع برام پیش اومد، یکی راجع به این کودکی که من هنوز توی ظرف سطل آشغال پیدا کردن، اون منظره از چشمم بیرون نمیره که باز مردم میبینیم که اینو بچه رو آوردن بیرون و هنوز دارن نگاه میکنن و عکس برداری میکنن. این بچه رو بعد برسوننش به بیمارستان که ببینن که چه وضعیتی داره، و بعد
در قسمت دیگه از صحبتشون ما راجع به علی اصغر در کربلا 1300-1400 سال پیش راجع بهش صحبت میکنیم، ولی این بچه رو راجع بهش صحبت نمیکنیم. آقای خامنه ای میگه 150 میلیون نفوذ داشته باشیم، از اون طرف قطع میکنن برای قرص های بارداری رو، میگن که بچه دار نشن، از این طرف با این وضعیت میبینیم. در حالی که اگر یک کشوری واقعا بخواد که جمعیت رو بالا ببره باید تسهیلات واقع قائل بشه، نه اینکه اون مادر بیاد بچه‌ش تو سطل خاک بندازه. حالا از این موضوع بگذاریم، دیروز خوندم یک خبری بود که در دو سال گذشته 3000 پزشک ایران رو ترک کردن، و باز هم وقتی که نگاه میکنیم به آماری که میدن، بسیار کسایی هستن که میخوان که ترک بکنن. در مورد دیگه که شما اشاره کردین بخوام اضافه بکنم، راجع به اعدام فرمودین، آمار که الان اومده بیرون خود جمهوری اسلامی گفته در سال گذشته 314 تا اعدام داشتیم در سال گذشته، که از زمانی که آقای رئیسی اومده تعداد اعدام ها بالاتر رفته. میدونم شما بر علیه اعدام خیلی سمینارهای بسیار زیادی رو گذاشتین، دستتونم درد نکنه، ولی از طرف دیگه میبینیم دیروز خوندیم که قزاقستان اعدام رو کلن قطع کرد، و این واقعا باعث خوشحالیه که از این طرف میبینیم که قزاقستان که بسیار از نظر حالا قدمت یا هرچی دیگه از جمهوری از ایران عقبتر بوده، و این شعور رسیده که اعدام رو قطع بکنه. ولی ما بالاترین 43% از اعدام های پارس سال گذشته رو ما داشتیم. یواش یواش ساعتمون داره به پایان میرسه. در این 4 دقیقه که مونده دکتر لاجوردی، در حدود 1 ماه پیش گزارشی شد که موساد یا اسرائیلی ها آن یک با یه آقایی رو تو خونه خودش ازش، آقای به نام رسولی، ازش عرشبت که یه دار اعترافاتی رو گرفتن، و بر اساس اون اعترافات اونا برگشتن و اون آقای حسن صیاد خدایی رو چند روز پیش ترور کردن، که این جزء کسایی بود که، یعنی جزء اون اعترافاتی بود که از اون آقای رسولی گرفتن. و بعد من برمیگردم به یکی از صحبتهایی که رؤسای اسرائیل گفتن زمانی که قاسم سلیمانی رو کشتن، گفتن که ما از اتکلون آقای قاسم سلیمانی به صورتش نزدیکتر بودیم. و این برای من همیشه یک به اصطلاح صحبتی هست که به خاطرم نمیره، از خاطرم خارج نمیشه. میخوام بگم که از شما سوال بکنم، این 2 دقیقه که مونده، شما چی میبینین که جمهوری اسلامی این اسرائیل با این تکنولوژی که داره، تکنولوژی به این صورت که میاد آقای فخریزاده رو با یک مسلسل یا هر چی که حدود 1 تن وزنشه، دونه دونه اینا رو از خارج آوردن به همدیگه وصل کردن، و آقای قاسم سلیمانی رو ببخشید آقای فخریزاده رو کشتن، و اصلا اثری از اون نموند و هیچ گیرم پیدا نکردن. و ما این کشتن آقای صیاد خدایی و اون آقای فخریزاده، و میگن که اینا از اسرائیل آمدن این کار رو کردن و رفتن، و هیچ کی ازش خبر نداره. من اینو بخوام به این صورت بخوام مطرح بکنم، آقای خامنه ای باید مواظب خودش باشه قبل از اینکه یه همچین کاری برای ایشون بکنن. ایشون بهتره که کشور رو ترک بکنه، به اون به عنوان یک، حالا نمیخوام بگم که دوسته، ولی به عنوان یک دشمن بهش من اینو توصیه رو میکنم. این 1.5 دقیقه که مونده دکتر لاجوردی، میخوام راجع به مطالبی که بسیار فشرده گفتم، مطالبی دارین خواهش میکنم بفرمایید. از آخر شروع بکنم، آقای خامنه ای جایی پیدا نمیکنن برای رفتن، ولی نکاتی که اشاره کردید کاملا کلیدی است.
همونطوری که گفتید در رابطه با کشتن اون آقای سرهنگ خدایی و آقای فخری زاده و بقیه، باید بگم که چشم جمهوری اسلامی روشن با این همه دستگاه‌های امنیتی. در صحبت دو روز پیش خودم گفتم، نقل قولی از دکتر مینا کردم که یکی از مسئولان زمان پیش از انقلاب در شرکت نفت بود، میگفت اون موقع ما یک شرکت نفت داشتیم و حالا 92 تا شرکت نفت داریم. و همینطور وقتی که نگاه بکنید، اون موقع یه سازمان امنیت بوده، حالا من نمیدونم، هر کسی برای خودش یه سازمان امنیت داره و چشمشون روشن که اسرائیل میتونه بیاد و 55,000 سند رسمی رو، 183 فیلم و نمیدونم پروژه رو ببره و آب از آب تکون نخوره. به همونطوری که خودتون اشاره کردید، در داخل ایران از یک فرد امنیتی بازجویی بکنه. چشمشون روشن، چشمشون روشن. هر یکی دو هفته یک بار تعدادی از هموطنان ما رو در جنوب سوریه بزنن و باز جمهوری اسلامی بگه که ما جواب خواهیم داد. حالا کجا جواب خواهند داد؟ حتما یواشکی. ولی یه نکته ای رو در چند لحظه دیگه باقی مونده خدمتتون بگم. از نظر جمعیتی، ما زمان قبل از انقلاب 37 میلیون جمعیت داشتیم. رشد جمعیت اون بود حدود 2%. بلا فاصله به دلیل ساده اندیشی و وعده های آقای خمینی، در دو سال اول رفت رشد جمعیت به 4.2%. امروز وقتی رشد جمعیت رو نگاه بکنیم 1%. باید دید آقای خامنه‌ای وقتی این حرف رو میزنن دلایلش رو دنبال بکنن، چرا اون رشد جمعیت که آقای موسوی به عنوان نخست وزیر با افتخار میگفت ما بزرگترین رشد جمعیت جهان رو داریم، به 1% رسیده. این هوشیاری مردمه، این هوشیاری مردمه، هوشیاری زنان ایرانه، هوشیاریه که جمهوری اسلامی نداره و نمیدونه که رشد جمعیت اضافه کردن یعنی چی، کم کردن یعنی چی، جمعیت رو بالا بردن یعنی چی و همه مسائل دیگری که فرمودید و با تایید شخص بنده مواجه هست به طور همیشه. خیلی ممنون دکتر لاجوردی، بحثای بسیار بسیار خوبی بود که میشه هر کدومشو ساعت‌ها راجبش صحبت کرد. امیدوارم که والیبال شما همیشه سر جاش باشه و ما شما رو در فرصت‌هایی که دارین در خدمتتون باشیم. امیدوارم که تندرست و شاد باشین با امید دیدار روزهای آینده. سپاسگزارم. زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.